سلام علی آشوی هستم به کلاس مشاوره من بینایت خوش اومدید در این ویدیو آموزشی قرار در رابطه با نحوه صحیح مطالعه ریاضی با هم دیگه صحبت کنیم اولین نکته که میخوام در این رابطه, در رابطه بدونی دوست من اینه هیچ وقت ریاضی رو با یه درس حفظی یا درس مسئله مشابه خودش مقایسه نکن ریاضی به هیچ عنوان زیست نیست تو نمیتونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم تمام فرمول های ریاضی رو حفظ میکنم تمام فرمول مثلثاتی ها رو حفظ میکنم حالا با توجه به اونا میخوام برم سال ریاضی حل کنم نمیتونی اصلا نمیتونی چون ریاضی حفظ کردنی نیست به این معنی نیست که ریاضی رو نباید حفظ کنی اتفاقا باید تمام فرمول های ریاضی رو حفظ کنی اما ریاضی زیست نیست چون به محض اینکه شما توی زیست حفظ کنی و به تسلط برسی نتیجه میگیرین حتی تا حدودی توی فیزیک توی شیمی اما توی ریاضی این خبرها نیست تو ریاضی علاوه بر حفظ فرمول باید تسلط پیدا کنی روی مطلب چطوری حالا باید تسلط پیدا کنم چند تا رو باید با هم بررسی کنیم آقا جواب دزدی نکن یعنی چی جواب دزدی من فرمولا رو حفظ کردم میخوام برم تست ریاضی بزنم به محض اینکه اولین سوالو نمیتونم حل کنم سری میرم سراغ پاسخنامه پاسخنامه تو چی گفتی این صد درصد غلطه اصلا حق نداری بری سراغ پاسخنامه تا وقتی ده تا سوال حل نکردی یا حداقل برای یه سال ده دقیقه 15 دقیقه وقت نذاشتی آقا اینجوری که کلی وقتمون گرفته میشه خب میخوای وقتت گرفته نشه میخوای شروع کنی تست ریاضی بزنی اولین سوالی که نتونستی حل کنی پاسخنامه دومی رو نتونه کنم پاسخنامه نامه سومی رو نتونه کنم پاسخنامه بعد به خود میگه من امروز صد تا تست ریاضی زدم تو اصلا تست ریاضی نزدی تو جواب دزدی کردی به درد نمیخوره برای اینکه نتیجه خوبی بگیری توی ریاضی باید وقت بذاری برای تک تک اون سالها تا تسلط پیدا کنی چطوری ممکنه تو سوال ریاضی رو بتونی حل کنی وقت باید بذاری براشون نمیشه بری سراغ پاسخنامه و بعد ریاضیت خوب بشه همچین چیزی اتفاق نمیافته من حاضرم باید شرط ببندم دیگه چی میخوام بدونی خانه با پای خراب نساز اکثرا اینجوری ببین سوال منو دو به علاوه سه آقا میشه پنج کاری نداره که یک دوم به علاوه یک سوم سخت شد یک دوم علو یه یعنی مخرج مشترک بگیرم داری اذیت میشی حالا سوال یک دوم منهای یک سوم خب کاری نداره حلش میکنیم منهای یک دوم به یک سوم ذهن دوباره اذیت شد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اکثر ما دارای پایه های ریاضی ضعیفی هستیم پایه ریاضی تو باید بسازی تو میخوای الان بیای مسلسات حل کنی معادله مسلاتی حل کنی تو ریاضی دوازده در حالی که علامت نسبت های مسلساتی تو دقیق نمیدونی زاویه های مسلسطی و دقیق حفظ نیستی چجوری میخوای خوب بشی؟ یه پایه دوازدهم قرار تو رو بسازه فقط تو ریاضی نه غیر ممکنه یکی از بزرگترین دلایلی که ما نمیتونیم به ریاضی خوب جواب بدیم اینه که پایه ریاضی ضعیفه. به این دلیلی که من پایه نهم نه شروع کردم ویدیو ضبط کردم نهم نه ویدیو دارم دهم ده یازدهم دوازدهم چرا چون میگم اگر تو پایت ضعیفه برو ویدیو نهم نه رو تماشا کن اصلا اشکالی نداره که تو ویدیو نهم نه ببینی اگه دوازدهمی چرا فکر میکنی باید فقط ویدیو دوازدهم ببینی صد درصد غلطه باید نهم شروع کنی به ویدیو تماشا کردن پایه توان رو بسازی اتحادها رو یاد بگیری اون مجموعه که به ظاهر خیلی ساده است در زی... ریاضی نهم نه باید یاد بگیری تا بتونی در 11 و 12 تست های احتمال رو حل کنی به اون مجموعه آسون توی نهم رب داره پس لطف کن پایه خودت رو بساز برای که میخوای نتیجه بگیری و اما گل سرسبد داستان فقط و فقط حل تمرین آقا باید سوال حل کنی من ویدیو علی هاشمی دارم نگاه میکنم به به چقدر خوب داره حل میکنه ببین تو حل نمیکنی علی هاشمی داره حل میکنه اگه تو میخوای نتیجه بگیری باید تمرین حل کنی فقط و فقط و فقط و فقط تمرین یه مثال برات بزنم یه نفر میخواد بره کلاس شنا خب بهترین مربی عالم هم داره به شنا یاد میده توی یه متری تو تمام تکنیک های شنا رو یاد گرفتی تا وقتی جسارت اینو نداشته باشی که بپری تو چهار متری نتیجه نمیگیری هیچ وقت نمیتونی شنا کنی یه مثال دیگه من میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم کلی لغت حفظ کردم بی نهایت هم گرامر حفظم ولی تا وقتی جسارت اینو نداشته باشی که شروع کنی به انگلیسی حرف زدن ولو غلط ولو اشتباه هیچ وقت نمیتونی انگلیسی حرف بزنی ریاضی هم همینو میگه تا روزی که کاغذ خودکار رو جلوت نذاری شروع نکنی به حل کردن سوال ها هیچ وقت ریاضیت خوب نمیشه هیچ وقت بهترین معلم ایران که هیچ بهترین معلم عالم هم بیاد به تو درس بده تو نمیتونی که ریاضی بزنی شاید من یه معلم شومنی باشم بیام بهت بگم ببین اگر این بود و این بود جوابش اینه اگر این بود و این بود جوابش اینه اما اینا بازی های شومنه تو رو به کنکور نزدیک نمیکنه معلم تو داره به پرشش نزدیک میکنه پس اگر میخوای سال ریاضی حل کنی باید وقت بذاری روی سوالا پایت رو بسازی رو تک تک اون سوالها وقت بذاری و از همه مهمتر به هیچ عنوان جواب دزدی هم نکنی سپاس سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نگهدار